عرض شود. اجازه بدید سلام بگم خدمت همه دوستان عزیزم. اجازه بدید من توی یوتیوبم خودم رو شروع کنم به سد کردن که دوستان در یوتیوب زیاد نمونن. مریض از همینجا دارم یکی یکی. اجازه بدید من برگردم یه ورقی بزنم. خانم حیدری عزیز سلام، سحر عزیز سلام، آقای آزاد آزاده خانم سلام، فراق آزاده فریادیان بله. ای چه خبر اینجا؟ آرایت آقای سراب جان حال شما چطوره؟ بابا حالت خوبه عزیزم؟ خبری ازت نیست، یه زنگ بزن بعد از این چیز با هم شروع صحبت کنیم. خانم مری خانم بخو مری خانم هم سلام من زیاد برسون. خوشحالم که با هم جمع شدید، پدر و پسر و مادر. کروشی عزیز، کروشدی خوش خورشیدی، سلام خورشیدی عزیز. املکه عرض کنم حضورتون هستم، معذرت از دوستان یوتیوب من که دارم از بازدید میکنم با دوستان اینستای من. جوان عزیز، سیاوش عزیز، ایرانی عزیز، سناک عزیز، عربزاده عزیز و بقیه دوستان همشون عزیزن دیگه. نبی توبی آشی سانی ماشالله همه اینجا جمع. رضای عزیز، سیاوش نامدار، کوروش بهشتی، کوروش بهشتی عزیز با عرض سلام عرض کنم حضورتون که فرزاد کوه، فرزاد خوبپور، خوبپور یا کوپور یا کوپور صدر نجات سلام عرض کنم که فرخ عزیز بله. منبار مبار مبارکه مبارک زایی مبارک زایی بله سلام عرض کردم عزیزم جوان سلام متشکرم تو اوکی جان سلام عزیزم متشکرم به همه تون، از همه تون تشکر میکنم. جبار عزیز امیر احمدی خود و جبار جان سلام، حالا چطور عزیزم؟ عرض کنم که دکتر پایدار عزیز با عرض سلام خدمت شما و مرسی متشکرم. کروش جان، کروش بهشتی میگه سلام پروفسور، شما دوست داری رئیس جمهور ایران بشید؟ میگم که برای جوان ها هیچ وقت آرزو عیب نیست، چرا که نه. آره بگید به ایرانی ها این کار رو بکنن. عباس شیروانی عزیز سلام عزیزم، مریسای عزیز، سیاوش و بالاخره دوستان دیگه دیگه امرخ. اجازه بدید که من زیاد از این اسم نخونم، ماشالله جمع اینجا جمعه و اوکی. عبا یارستی، مرسی عزیزم، خیلی متشکرم. عبا امین عزیز، ببخشید من گاهی اسماتون رو بد میخونم یا تلفظ میکنم، واقعا شرمندم. هر شبت که اجازه بدید من دوباره یه سلامی بگم به همه دوستام در یوتیوب و به شما دوستان در این اینستا. براتون بهترین ها رو آرزو کنم، عذرخواهی کنم از تأخیر. حالا خب یه برنامه، همیشه برنامه یک ساعت، یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیم برنامه داریم که انجام میدیم. خوشبختانه پشت سر این برنامه ندارم. من درست قبل از این من یه برنامه با تلویزیون ایران فردا با آقای فروزنده داشتم، سر همین جریان های انقلاب و اینا حرفای زدم که حتما ایشون خوشش نیومد و من مطمئنم خارجی ها، خارج نشین های ما خوششون نخواهد اومد. به هر حال دیگه من وظیفه‌ام اینه حرفمو بزنم، هر کی خوشش اومد خوشش اومد، نیومدم عذرخواهی. بله امروز موضوع بحث ما هستش غرب، براندازها و انقلاب ایران. خب اول اجازه بدید بگم مثلا منظورم از غرب چیه. خب غرب چرا حالا شرق رو من مطرح نکردم؟ اولا خب واقعیت اینه که شرق اصلا
تو این معامله زیاد نبوده، توی این جریانی که در این چند ماه گذشته اتفاق افتاده تو ایران، شرق پشت صحنه، حالا هر کاری کرده پشت صحنه کرده، روسا یا چینی ها یا کشورهای دیگه. البته دو تا شرق داریم، یه نمیدونم چرا حالا اینم داره هی پوز میکنه بعضی موقع، هر شبت که بس ما زمان، من میخوام بدونم که اگر در یوتیوب من صدا ندارم به من خبر بدن. من فرضم اینه که دارم، برای اینکه همه این تشکیلات هم داره نشون میده که من صدا دارم. ببین شرق همونجی که عرض کردم، من زیاد تو اینجا نیست، شرق غیر مستقیم هست. البته مهمترین شرقی که در اینجا وارد هست از شرق جغرافیایی، خب عربا هستن، عربستان مخصوصا و اسرائیل. اما وقتی که من از غرب دارم صحبت میکنم، از غرب جغرافیایی فقط حرف نمیزنم، از غرب سیاسی دارم صحبت میکنم. شرق هم همینطور، شرق سیاسی و غرب سیاسی. من در گفتارهای قبلی توضیح دادم که شرق جغرافیایی خب یعنی که تقریبا همه اینه که توی افریقا و توی آسیا و اینا، ما کشورهای اینجا رو میگیم ما شرق. حالا اون بر کشورهایی که اون برقرار دارن، اروپا و امریکا و عرض کنم که کانادا و اینا رو میگیم غرب. ولی غرب تا سیاسی وسیع تر از اینه. مثلا درسته که مثلا عربستان یا اسرائیل در شرق جغرافیایی قرار دارن، ولی در رابطه با این بحثی که دارم میکنم در غرب سیاسی هستن. غرب سیاسی یعنی که اینا کسانی هستن که همزبان و همفکر و هم حرکت با امریکا و اروپا هستن. یعنی اسرائیل یا عربستان دقیقاً در چارچوب برنامه‌های اروپا و امریکا برای ایران حرکت میکنن. پس ما یه غرب سیاسی داریم که تا مرزای ما هم ادامه داره، یعنی عربا مثلا، و یک شرق سیاسی داریم که ممکنه در شرق جغرافیایی وجود نداشته باشه اما در شرق سیاسی هست. مثلا ونزوئلا فرض کنید که در غرب جغرافیایی قرار داره ولی در شرق سیاسی قرار داره. خیلی از کشورها اینجوری هست. ولی حالا بس منم اونو نمیخوام بکنم، بس که وقتی میگم از غرب، بنابراین منظورم غرب سیاسیه. فقط اینو میخواستم توضیح بدم و میگم که شرق سیاسی تقریبا در این رابطه‌ای که من الان در موردش دارم صحبت میکنم یا فعالیتی نداشته یا فعالیت پشت صحنه داشته. مثلا شوروی یا مثلا روسیه فرض کنیم که به آقای خامنه‌ای یا به جمهوری اسلامی حتما مشاورت‌هایی داده، یا فرض کنیم که سیستم‌های امنیتیشون حتما با جمهوری اسلامی در حال کار کردن بودن به جمهوری اسلامی میگفتن. بازم این پول کانکشن، چرا من که پول کانکشن ندارم نمیدونم بعضی موقع جریان چجوری میشه. به هر حال اینا حتما داشتن با جمهوری اسلامی اطلاعات معاوضه میکردن، داشتن به جمهوری اسلامی میگفتن که مثلا امریکا چه نقشی در این انقلاب داره، اروپا چی داره، بقیه کشورها و باید چه کار بکنن یا نکنن. بنابراین شرق هم یک جوری وارد این میدون بود اما پشت صحنه بود. غرب اما، غرب سیاسی اما شمشیر رو از رو کشیده بود. یعنی اروپایی ها و امریکایی ها و عربا و اسرائیل و اینا شمشیر رو از رو کشیده بودن علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از این انقلاب در ایران خیلی بی‌پروا و بدون پرده پوشی به اصطلاح داشتن حمایت میکردن. نه فقط حمایت میکردن لفظی، که حمایت‌های عملی میکردن، هم سیاسی هم امنیتی و هم حتی حرکت‌های ابزاری.
حرکت های ابزاری نبود رسانه ای مخصوصا تلویزیون ها عرض کنم که حتی بخشی از اینا اسلحه منتقل می کردن به نیروهای مخالف حکومت در بخشهایی از کشور از در مرزها به جاهای دیگه. یعنی شما غرب رو غربی دارید که درگیر این انقلاب از در ابعاد متفاوت داره اسلحه میده، داره پروپاگاندا میکنه، رسانه میده، عرض کنم که تلویزیون داره درک میکنه که پول داره میده و تشویق میکنه و خیلی رسما وارد میدون در سازمان ملل در خود پایتخت های این کشورها دارن مخالفین رو ملاقات میکنن و مخالفین میکنن میگن چیکار بکنید نکنید و از این حرفا و هر کدومشون برای خودشون یه تقسیم کاری داشتن. کانادا برای خودش یه آدمی داشت، فرانسه یکی دیگه رو پیدا کرده بود، امریکا یه گروه دیگه ای رو داره و اینا هم باسم این تقسیم هم بین اینا واقعا بخشی از همون جریان ایجاد سردرگمی و اینا هست. یعنی نه اینکه مثلا فرض کن که غرب با هم هماهنگ کرده، این هر کس برای خودش چیزی، در حالی که اینجوری نیست. این جریان هماهنگ شده بود بین اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا و اینا، و عرب ها و اسرائیلی ها، اینا کاملا هماهنگ بودن. اما در همین حال جریانی رو که داشت این وضعیت رو پیش می برد ظاهرا ایرانی ها بودن، ایرانی هایی که غرب اینا رو داشت سعی میکرد این برانور ببره و از اینا رهبر بسازه و از یار. خب بنابراین من وقتی که غرب میگم از این نیرو حرف میزنم، این غرب من چی که عرض کردم ورودش تو این صحنه انقلاب خیلی وسیع بود، ابزارهای متفاوت مالی و غیر مالی، رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای و هر چی بخوای اونجا بود، رهبرسازی بکنن، پول بدن، رسانه درست کنن، عرض کنم که پروپاگاندا سر هم بکنن، حتی شعار بسازن. خیلی از این شعارهایی رو که میبینی به ظاهر ایرونی ها ساختن، اینا در اتاقهای فکر غربی ها ساخته میشه با یه عده از ایرونی هایی که دوروبرشون هستن دارن این کارا رو میکنن. جهت اطلاعاتون مثلا توی سیستم های جاسوسی امریکا اغراق نمی کنم هزارها نفر ایرانی یا اونایی که زبان فارسی بلدن کار می کنن. مثلا یکی از بزرگترین آموزشگاه‌های اینجا برای ایران زبان فارسیه، یعنی به طور فصیح زبان فارسی تدریس میشه بین امریکایی‌ها و اونایی که میخوان با امریکا کار کنن. خب من جمله خود ایرانی‌هام اونجا هستن، حالا کار ندارم. نکته که من دارم از هر وسیله‌ای که غرب تونسته استفاده کرده و اما مهمترین وسیله‌ای که غرب ازش استفاده کرده همین پروپاگانداهای مثلا دموکراسی خواهی، حقوق بشر، بازم میگه نمیدونم از این حرفا، از سازمان ملل استفاده کردن، از کمیسیون زنانش استفاده کردن، از نمیدونم سیستم های دادگاه های وابسته به اینا استفاده کردن، تا جایی که تونستن به صلاح استفاده کردن. خب بنابراین غرب الان میدونیم منظور چیه و نحوه ورودش هم خیلی وسیع و متعدد بود، از همه چیز توش بود، از اسلحه و پروپاگاندا گرفته تا رهبرسازی و تا سازمان دادن و نه حتی شعار ساختن و از همه مهمتر کلیپ ساختن. یعنی مثلا کلیپای رو شما میدیدی که مثلا 5 سال پیش یک کلیپ یک چیزی در فرض کنیم که یه جایی در دنیا اتفاق افتاده و اینو برمی‌داشتن سرهم می‌کردن و توش می‌کردن کلاژ می‌کردن می‌گفتن دیروز تو تهران اتفاق افتاده. به هر حال این میگن توی دعوا حلوا پخش نمی‌کنن. غرب
با جمهوری اسلامی خودش دشمن کرده، جمهوری اسلامی هم خودش با اینا دشمن کرده. دشمن دشمن من دوست منه. این برانداز ها هم چون دشمن جمهوری اسلامی هستن عملا دوست غربی ها شدن، یعنی همین غربی که دارم میگم. و بنابراین از همه ابزارها و امکانات هایی که غرب میتونست در اختیارشون بذاره استفاده کردن، قبول کردن این ابزارها رو و جلوش رفتن. حالا خب حالا برانداز بگم، اولا میدونید خارج کشور به این انقلاب، به این جریان میگه انقلاب. من به این انقلاب، من میگم انقلاب ولی یک بعد تعریف میکنم، تعریف من از انقلاب متفاوت از تعریف برانداز است. در یک ویدیوی قبلی گفتم برای براندازا انقلاب یعنی همون براندازی. انقلاب یعنی گرفتن قدرت از این حکومت، دادن به دست خودشون یا هر کسی که اونجا باشه. پس اینا در واقع خارج، این براندازها، البته من دارم از خارج حرف میزنم، امروز بحثم با خارجه، با بچه های داخل کشور دارم در موردشون صحبت نمی کنم. این جوانای ما، این دخترای ما، این مردم ما که دست این حکومت آسیان به سطوع اومدن، به دنبال تغییر واقعی هستن، دنبال انقلاب واقعی هستن. انقلاب به معنای نه فقط براندازی، نه فقط تغییر قدرت به اصطلاح تغییر روبنای سیاسی، که از اون مهمتر تغییر زیربنای این جامعه، مشکل اقتصادیش، محیط زیست، دولت غیر قانونش، چیز قانونمندش و مسائل دیگری. برای من انقلاب یعنی یه تغییر اساسی هم در زیربنا و هم در روبنا. ما تو ایران متاسفانه تو این براندازها مخصوصا انقلاب رو خیلی خلاصه میکنن به براندازی. وقتی که براندازی شد انقلاب شد. انقلاب 57 هم همین بود. انقلاب مشروطیت هم همین شد. انقلابی که الان هم میخوان انجام بدن همینه. یعنی براندازی. بنابراین میخوام بگم که این براندازها خب یک نیرویی هست. براندازها، وقتی که میگم این برند غرب، گفتم که براندازها هم دارم عرض میکنم کسانی هستن که از دید من انقلابی نیستن، طرفدار انقلاب نیستن، اینا طرفدار براندازی هستن. مردم ایران، جوانای ما باید این تفاوت رو بفهمن، درک کنن. ما 123 سال درگیر این به اصطلاح نافهمی و درک غلط هستیم از انقلاب، و به همین دلیلم انقلابای ما موفق نمیشن، و به همین دلیلم این براندازها برنامه انقلاب ندارن، برنامه براندازی دارن. اینا یه دادمن که نمیخوان در ایران انقلاب بشه، یعنی زیربنا عوض بشه، نمیدونم مردم به یه جایی برسن، معیشتشون از این حرفا، اینا میخوان قدرت رو بگیرن، و یا اینکه حداقل اگر قدرت رو نمیخوان بگیرن میخوان صدمه بزنن، مثلا به حکومت. حالا اینکه به حکومت صدمه میزنن چقدر به مردم یا کشور صدمه میخوره یه بحث دیگه است، ولی هدفشون اینه که صدمه میزنن. اکثر اینایی که شما میدونید که الان به عنوان به اصطلاح رهبران این جنبش از خارج هستن، خب رو که راست بگم، خانم آقای رضا پهلوی، آقای اسماعیلیون، خانم علی نژاد، نمیدونم خانم مریم رجبی، اگه خوب دقت بکنی هیچ کدوم از اینا انقلابی نیستن، هرکس انقلابی نبودن، اصلا انقلاب نمیدونن چیه، اصلا کاری با انقلاب ندارن، اینا فقط براندازن. حالا برای چی براندازن؟ نه برای اینکه یه انقلاب بکنن، زیربنا رو عوض کنن و وضعیت دیگری ایجاد کنن، نه، اینا میخوان انقلاب بکنن قبل از هر چیز، برای اینکه اینا میخوان انتقام بگیرن. همه اینایی که اسم بردم اینا از دست این جمهوری اسلامی عصبانی هن و دنبال انتقام ازش هستن. خب رضا پهلوی خب معلومه داره میخواد دنبال انتقامه، خانواده شو این حکومت از بین برده بود، آواره کرده. آقای اسماعیلیون زن و بچهشو در اون هواپیما از دست داده، مدت هاست دنبال این جریانه، و خدا رحمت کنه اونا رو. من خودم هم همیشه حمایت کردم از فعالیت هاش. اما میخوام بگم آقای اسماعیلیون پر خشم و
به اصطلاح انتقامه. یا خانم علی نژاد، شما همه میدونید که دنبال چیه، و خانمی که با اصلاح طلبا بود بعد بیرون اومد، بعد حالا کار ندارم چی جریانای پیش اومد، الان هم دنبال انتقامه، هیچ کار دیگه، اصلا انقلابی نیست این خانم، یعنی اصلا نمیفهمه اون ته خط جریان چی هست. یا خانم مریم رجبی، اونم همینجور، برحال مجاهدین سال هاست دارن با این حکومت مبارزه میکنن، تا بخوای کشته دادن، شهید دادن، اونم دنبال انتقامن. یعنی او خارج حداقل رهبراشون، حداقل اینایی که اسم بردن، اینا دنبال انتقامن، اینا دنبال انقلاب نیستن، دنبال انتقامن، و برای گرفتن این انتقام اینا باید براندازی بکنن. خب اجده قشنگ شما میشنفید که طرفدارای اینا اکثرا میگن اگه ما کشور رو بگیریم روی هر درختی، بالای هر درختی یه آخوند آویزون میشه. خیلی چیزی نیست که من میگم، دکتری که من دارم میگه وقتی از برانداز میگم غرب، گفتم غرب که و گفتم برانداز، میخواستم بهت میگم براندازا کیان، براندازا یه عده آدم انقلابی نیستن. بازم تاکید بکنم منظورم داخل کشور نیست، امروز در خارج، مسائل خارج دارم مطرح میکنم. اینا براندازن، انقلابی نیستن، و برای براندازی رو هم با هدف انتقام گیری و انتقام جویی دارن پیش میبرن، در حالی که خب برای آدمی مثل امیر احمدی و برای مردم ایران، برای این جوانای ما که دو خیابونا کشته شدن، زندانی شدن، الان هم دارن اعدام میشن، برای اینا انقلاب یعنی تغییرات اساسی در روبنا، یعنی این حکومت و زیربنا، تمام این سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، نهادی و غیرهی که به وجود اومده، که این مردم دیگه قبول ندارن، برای اینکه اینا مردم رو معیشتشون رو خراب کردن، زندگیشون رو محدود کردن، وضعیت بسیار بدی برای کشورشون، برای محیط زیستشون ایجاد کردن و غیره، روابط بین المللشون رو به هم زدن. خب بنابراین به اصطلاح حساب مردم ایران و انقلابیان ایران و جوانان ما از حساب این نیروهای خارج که دنبال سرنگونی این رژیم هستن سواست. در خارجم بازم من یک تمایزی قائل بشم بین یه عده از اینا که گفتم هدفشون انتقامگیریه، نه انقلاب به معنایی که من تعریف کردم یا مردم ایران میخوان، ولی یه عده‌ای درون همین خارج هستن که عمدتاً کاره ای هم نیستن، معمولاً سیاه لشکر همین نیروهای دیگه هستن. اینا صادقانه بخش عظیمشون دنبال همون انقلابی هستن که مردم ایران هستن، من و شما هستیم، یعنی که اینا تغییرات بنیانی در رابطه با زیربنا و روبنات بخوان، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی، ضوابط بین‌الملل، تمام اینا به طور بنیادی رادیکال تغییر کنه. خب اینا هم هستن درونشون، مخصوصا چپا در این رابطه زیادن، سوسیال دموکرات ها هستن و تنپرست های ایران در خارج هستن، ولی حساب اینا هم با حساب اون رهبرا و اون براندازها و اونایی که فقط میخوان براندازی کنن به همون دلیلی که عرض کردم جداست. این نیرو در خارج خیلی نزدیک به اون چیزی که مردم ایران میخوان، ولی همون چیزی که عرض کردم اکثر اینا نقش سیاه لشکر بازی میکنن، حرف میزنن این بر اون بر، ولی واقعا عملا کاری نیستن و آب تو آسیاب همون براندازهای اونچنانی میریزن، یعنی میشن سیاه لشکر اونا و توجه هم ندارن که این سیاهی لشکر بودنشون چه تبعاتی برای مردم داخل داره، برای انقلاب داره. خب من تا اینجا خواستم فقط یه سری تعریف ها و تمایزاتی رو بگم و برگردم حالا دوباره به غرب. چرا غرب با این سرعت و با این حدت یک دفعه برگشت و
شروع کرد به داد و فریاد و نمیدونم رهبرسازی و براندازی و از این حرفا. ظاهر قضیه اینه که غرب، تعریفم کردم، که غرب دلش برای مردم ایران سوخته، دلش برای عدم دموکراسی سوخته، برای زنای ایران سوخته، برای عرض کنم که آزاد نبودن آزادی در ایران سوخته. و این غرب یعنی یک کشورهایی هستن، خیلی آدمهای خوبی هستن، رهبرهای خوبی هستن، مردم خوبی هستن، به هر حال میخوان کمک کنن این کشور ایران دموکراتیک بشه، مردمش آزاد بشن، زناشون آزاد بشن و به زندگی خوبی برسن. خب ای کاش این بود، که اگر این بود خود منم میرفتم طرف همون غرب حمایت میکردم. ولی واقعیت اینه که این نیست، که غرب تو این دعوایی که در ایران هست طرف دموکراسی و حقوق بشر و مردم ایران، توسعه ایران، قدرت ایران، من نمیدونم امروز چی، دموکراسی ایران و قدرت ایران نیست. عزیزان من، من زیاد مذهبی نیستم، با خدا نیست، با قرآنی که قبول دارید نیست، با خدا غرب نیست، این ها دنبال این نیستن، سرتون کلاه میذارن، قرن هاست دارن سرتون کلاه میذارن. این غرب برای خودش دموکراسی داره، برای خودش دموکراتیکه، ولی وقتی که به ماها میرسه اصلا دموکراتیک نیست. یه عده شارلاتان به شما گفتن اینا هستن، من جمله بخشی از شارلاتان های غربی خودشون، اینا همونایی که استعمار کردن کشورها را، همونایی که جنگ جهانی و اول و دوم را انداختن، همینایی که فاشیست درست کردن، همونایی که همین الان با دیکتاتورهای دنیا که همه چیز رو و هم میریزن از بین بردن، روابط بسیار بسیار حسنه ای دارن. شما از من نشنو، همین منطقه خودتو نگاه کن، دوربرتو نگاه کن، کشورهای را اسم نمیبرم، ببین کدومی که از این کشورها واقعا درش زن فلان دموکراتیک آزادی دارن، انتخابات میشه، کی کجا غیر از دو سه تا کشور، تمام اون منطقه نیست، ولی همه اینا دوستان جونجونی غربن، برای اینکه از اینا اسلحه میگیرن، برای اینکه بینا تجارت میدن، با اینا کار میکنن، بینا سرمایه میدن. غرب در چارچوب منافع خودش حرکت میکنه، در چارچوب منافع من شما و کشور من تو حرکت نکرده در گذشته، نمیکنه. اگه غیر از این بود که با آقای دکتر مصدق میساختن دیگه یک جوری، چرا نساختن؟ نه، حتی با شاه که بیچاره آخرای عمرش میخواست مثلا یه قدرتی بسازه در کشور، رو داشت یه جوری از غرب به اصطلاح نقد میکرد، گفتن باید بری به بیمش کردن، اومدن برای ایران تصمیم گرفتن ما رو به اینجا بردن. همین غرب 44 سال پیش همین حکومت رو هل کمک کرد بیاد وسط. مگه خمینی از کجا اومد که الان آقای مکرون ملعون الان میخواد رهبرسازی کنه دوباره؟ مثلا متوجه هستی دارم چه عرض میکنم؟ بنابراین میخوام بگم که غرب رو خوب درک کنید. این شعارهای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و اینایی که از غرب میاد یا از طرفداران غرب میاد رو مطمئن باشید دروغه. هر کس به شما میگه که غرب برای ایران آزادی و دموکراسی میخواد داره به شما دروغ میگه. به من گوش ندید، خودتون تجربتونو بذارید جلوتون، بقول خودمون کلاهتون رو قاضی کنید و به این تاریختون رو نگاه کنید، تجربتون رو ببینید. اصلا لازم نیست گوش به من بدید. منم خب یه دار خوندم، یه دار تجربه کردم، من توی این کشور زندگی کردم، شنیدم، من فقط دارم بهتون میگم داستان چیه. خیلی کم هستن اینا رو بهتون بگن. هر کس هم که اینا رو بگه میگن این آقا کمونیسته، طرفدار روسیه است، طرفدار چینه،
و از این مزخرفات. خوشبختانه در مورد من نمیتونم بگن، برای که من 40 سال 37 8 سال از زندگیمو برای حل مشکل ایران و غرب، مخصوصا ایران و امریکا گذاشتم. خودم توی امریکا زندگی میکنم، بچه‌م هم امریکاییه اصلا، ولی خوشبختانه نمیتونن در مورد من اینا بگن. به همین دلیلم موندن که با امیرعمدی باید چیکار کنم. در تحلیل نهایی میگه چیکار باید بکنم، میگم میگن الله این طرفدار سپاهه، من طرفدار جمهوری اسلامی، یک جوری سر هم میکنن که آدم مثل امیرعمدی رو مثلا خراب کنن، و هرچی بیشتر میخوان خراب کنن کمتر خراب میشه، بیشتر درست میشه. برای که شما نمیتونی آفتاب و پشت ابر برای همیشه نگه داری. شما کسی رو که نمیتونی تخریب، قابل تخریب نیست، نمیتونی تخریب کنی، خود تو تخریب میکنی. حالا نکته که میخوام، میتونن تو رو ببندن، تلویزیون با تو حرف نزنن، رادیو با تو حرف نزنن، روزنامه ها با تو مصاحبه نمی کنن، فرق نمی کنه طرف جمهوری اسلامی هم طرف مخالفین جمهوری اسلامی، نه این بر با من صحبت میکنن نه این بر، و من احتیاج به هیچ طرفش ندارم، و همونقدر که نمی کنم، برای که هر دو طرف که بی خودن، هر دو طرف آشغاله، هر دو طرف آشغاله رو که راست، و خوشحالم که من این وسط با هیچ کدوم این دو طرف ها حاضر نیستن با من حرف بزنن، برای اینکه با من چه حرفی بدارن بزنن، هر حرفی بزنن میشه هر چی بگن یه توف سربالا میشه رو خودش. و اما حالا بسید بکنم که بنابراین غرب، این غرب تو این دعوا هست، نه برای دموکراسی و حقوق بشر، نه برای منافع خودش. حالا منافع غرب چیه؟ منافع غرب در ایران به طور مشخص بگم، الان چیزی که بین غرب و جمهوری اسلامی هست، همون چیزی که عرض کردم، نه دموکراسی، نه حقوق بشر، نه مسئله زنه، چیزی که بین جمهوری اسلامی و غرب هست قدرت ایرانه. قدرت ایران همونی که زمان شاه هم بین غرب و شاه قرار گرفت و شاه رو سرنگون کردن. هر موقع ایران سعی کرد یه قدرتی به هم بزنه، غرب اومد زد تو سرش. هر موقع ایران اومد یک جامعه دموکراتیک خوبی بسازه، غرب اومد زد تو سرش. هر موقع ما خواستیم صنعت بسازیم یا چیز درست حسابی بسازیم، اومدن زدن تو سر ما. یاد باشه غربیا به شاه زوباهن ندادن، نذاشتن راهن درست بشه. من هر یه مقدار که کشورهای دیگه میرفت راهن زوباهن، میدونی شوروی ها روسا به ما دادن. من نمیخوام برم پشت سر این تاریخ. نکته که من دارم، غرب الان یک مشکل با ایران بیشتر نداره، اونم قدرت ایرانه. حالا قدرت ایران چیه؟ قدرت معمولا یک قسمتش برمیگرده به قدرت نظامیه. قدرت نظامی هم ابزارهای نظامیه، مثل موشک و نمیدونم بمب و از این دست چیزا. یه مقدار قدرت برمیگرده با افرادش، این سپاه، اون بسیج، اون ارتش، این نیروهای امنیتی و غیره. یه مقدار برمیگرده به ایدئولوژی ها، که ایدئولوژی من اسلامی هم، رادیکال هم تو نیستی، یا من انقلابی هم تو نیستی فلا. و اما از همه مهمتر قدرت برمیگرده به مردم، قدرت برمیگرده به مردم. چیزی که غرب داره الان میزنه و چیزی که غرب دشمنشه هم این قدرته، قدرت مردمه. من اعتقاد دارم غرب دشمن مردم ایران شده، چه بخوایم چه نخوایم. همین هفته پیش در سازمان ملل، مهمترین کمیسیونش، اینو دیگه خارج غربی ها و مخالفین حکومت بهت نمیگن، اومدن یک گزارشی تهیه کردن و در اون گزارش نشون دادن که چرا تحریم ها علیه حقوق بشر مردم ایرانه. برای اینکه اومدن گفتن که برابر خود سازمان ملل و برابر امریکایی ها در یک چیزی اومدن، یه برنامه گذاشتن که بر اساس اون محیط زیست خوب جز حقوق بشر انسان هاست. یعنی بشر، یکی از حقوق بشرش یک محیط خوبه. اگه این محیط زیستت بد بشه، خراب بشه و تو نتونی تنفس کنی، مثلا
حقوق بشر تو ضایع شده. این مقاله داشت میگفت که تحریم ها محیط زیست ایران رو نابود کردن. حالا شما همه فکر میکنید که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران نابود کرد. محیط زیست ایران و حکومت اسلامی هم نابود کرد، اما اونی که محیط زیست ایران رو بیش از همه داره نابود میکنه همین تحریم هاست، که بر اساس اون تحریم ها این حکومت یا هر حکومتی که اونجا بود نمیتونست یا نمیتونه هیچ چیزی رو که در رابطه با این محیط زیست رو وارد کنه یا بخره یا معامله کنه. فقط میخواستم یه نکته ای رو بگم و نکته اینه که میخوام بگم شما چقدر باید با دقت به این مسائل بکنیم. من ببینم شاید بتونم اون مقاله رو پیدا کنم، به همین بغل دستم بود که گذاشته بودم و با شما اونو شریک بشم، ولی خب حالا مهم نیست. مقاله که از سازمان ملل اومده به حرفش هم اینه که برابر خود به اصطلاح لایحه آرتیکل سازمان ملل حقوق بشر یک بخش از بخش مهمی از حقوق بشر همین محیط زیسته و این تحریم ها اینو داره از بین میبره. حالا اینو من گفتم برای اینکه میخوام فقط یک نمونه از این سیاست های غرب رو بگم که علیه مردم ایرانه، علیه حقوق بشر مردم ایرانه. خب جمهوری اسلامی هم حقوق بشر ایران رو ضایع میکنه، درست، ما همیشه گفتیم. اما آیا غرب هم حقوق بشر ایران رو ضایع میکنه؟ اینجاست که طرفدارای غرب خفه میشن، شارلاتانن و صادق نیستن با شما. نه فقط با شما صادق نیستن، عکسشو به شما میگن، میگن تحریم ها خوبه، از تحریم ها حمایت میکنن. حالا تحریم که جا خودش از جنگ هم حمایت میکنن، در حالی که صلح مهمترین شرط زیست بشره. اینا با صلح مخالفن. این حرف ها امیر احمدی داره میزنه که 38 سال زندگیشو برای ایجاد صلح بین غرب و ایران صرف کرده ها، فراموش نکنید. ولی در تمام این مدت اینا مخالف صلح بودن. کسی که مخالف صلحه نمیتونه طرفدار مردم ایران، حقوق بشرش، توسعش باشه. کسی که مخالف صلحه یعنی طرفدار جنگه. آقا چطور میشه که طرفدار جنگ باشه، طرفدار تحریم باشه و بعد بیاد بگه من دنبال حقوق بشر و آزادی و زندگی زن هستم؟ خب یه دروغه، یه چارلاتانیزم، این دروغه عزیزان من، با خدا دروغه. من میخوام سر به تن این حکومت و آخوندا نباشه، خودتون میدونید منم در همین راه هم که میخوام این آخوندا برن، اما باید واقعیت ها رو گفت، باید واقعیت ها رو دید. نترسید از گفتن واقعیت، با صداقت، با شهامت برو جلو، نترس. حالا بنابراین میخواستم بگم که غرب با ایران یه مسئله ای داره به نام قدرت ایران، یعنی مردم ایران. مردم ایران گفتم فقط محیط زیستش هم نیست، تحریم زندگی مردم، معیشت مردم رو خراب کرده، از بین برده. مردمی که گرسنن، مردمی که زیر تحریمن، مردمی که هی مرتب اقتصادشون داره از بین میره. این مردم حداقلی که میتونه بگی این که حقوق بشرشون ضایع میشه. در برابر اون لایه چیز مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر برید بخونید، برابر اون اعلامیه بیکاری، وقتی یکی بیکاره حقوق بشرش ضایع شده، وقتی که یکی فقیره حقوق بشرش ضایع شده، وقتی یه عده میلیاردر جونی یه عده بدبخت بیچاره افتادن حقوق بشرشون ضایع شده. این غرب الان 40 خورده ای سال داره حقوق بشر ایران رو ضایع میکنه. حالا شما میگی آقا دلیلش اینه که جمهوری اسلامی با اینا دشمنه. میگم هر دلیلی باشه نتیجه فرقی نمیکنه. تو بیا بشین 50 تا دلیل بیار که چرا
مقصر جمهوری اسلامیه، خیلی خوب مقصر اصلا جمهوری اسلامیه، اما این اصل واقعیت رو، اصل حقیقت رو تغییر نمیده که حقوق بشر مردم ایران توسط این تحریم های غرب ضایع شده و ضایع داره میشه. بنابراین این غرب نمیتونه دنبال حقوق بشر باشه تو ایران در حالی که تحریم میکنه، نمیتونه دنبال آزادی باشه در حالی که تحریم میکنه، نمیتونه یه زندگی خوبی برای مردم ایران باشه در حالی که داره تحریم میکنه. حالا چرا تحریم میکنه؟ دقیقاً برای این داره تحریم میکنه که میخواد این مردم رو به این کشور رو ذلیل کنه. چرا ذلیل کنه؟ قدرتشون رو از بین ببره. بحث قدرته. هر چه مردم ضعیفتر، هر چه فقیرتر، هر چه نابرابرتر، هر چه بیکارتر، همونقدر ضعیفتر و همونقدر به نفع غربه. نقشش اینه. فقط بحث سپاه نیست، بحث توپ و تانک نیست، بحث موشک نیست، بحث غنیسازی نیست. اینا سرتون کلا میذارن. غنیسازی، موشک، سپاه، همه اینا یه بخش از اون قدرت زدائی، یعنی مخالفت غرب با اینا یک بخش از اون قدرت زداییه، بخش دیگرش همین تحریمان و همین تهدیدان. یعنی غرب در دو تا مسیر داره قدرت ایران میزنه. یه بخش به قول خودمون سخت افزاریشه که شما میتونی بگی سپاهشه، ارتششه، موشکهاشه، غنیسازیشه، هرچیه. اما یک طرف هم بخش سخت نرم افزاریشه، در بخش سیاسی، در بخش اقتصادی، در بخش فرهنگی، در بخش روابط بین الملل، در همه این جنبه ها غرب داره میزنه، ایران رو ذلیل میکنه. حالا بگو به من 1,000,000 دفعه بگو آقای دکتر ما این تقصیر جمهوری اسلامیه، میگم آقا خاک تو سر جمهوری اسلامی، مقصر جمهوری اسلامیه، اما اصل حقیقت عوض نمیشه. اصل حقیقت اینه که غرب با این تحریم ها مردم ایران رو و کشور رو تضعیف و ذلیل کرده و داره میکنه. همچو غربی نمیتونه طرفدار ما باشه، طرفدار مردم ایران منظورم باشه. من ضد غرب نیستم، بده تو غرب یادتون باشه من ضد غرب نیستم، طرفدار غرب همیشه بودم، طرفدار رابطه امریکا هم تو امریکا زندگی میکنم. هیچ کس هم نمیتونه بگه امیر احمدی ضد غرب و اینا. من تو تمام زندگی من تا یک دفعه فکر اینا هم نکردم بگم مرگ بر این یا مرگ بر اون. برعکس همه اینایی که امروز بخوان براندازی کنن، دیروز مرگ بر امریکا میگفتن توی همین خیابونای تهران، همینایی که برخی از همینایی که الان دارن مثلا رهبری میکنن تو ایران مرگ بر امریکا میگفتن. شما میدونید کیا هستن، برید ببینید که با کیا کار میکردن اینا. نکته که من دارم اینه که بنابراین این بحث که غرب اومده وسط داره از این انقلاب حمایت میکنه برای اینکه نگران دموکراسی و حقوق بشر و مسئله زن و ایناست، اینا شالاتان بازی دروغ. دوباره تکرار کنم، اینا فقط دنبال اینن، این غرب دنبال اینه که این جریان رو که تو ایران اتفاق افتاده رو یه بهانه‌ای بکنن که این جمهوری اسلامی رو یا بکشنش پای میز ازش امتیاز بگیرن و یا اینکه بیش از اون چی که تا الان هست ذلیلش بکنن که نتونه کاری بکنه. به قول انگلیسی ها برای اینکه به ایرانی ها تسلط داشته باشی و به اینا حکومت کنی باید اینا رو گرسنه نگه داری. در مقابل اگه میخوای با عربا رو چیز بکنی، به اینا مسلط باشی، اینا رو سیرشون کن. عربا رو باید سیر کرد، ایرانی ها رو باید گرسنه نگه داشت. این حرف من نیست، رسمی حرف و انگلستان و اونا هستن، امریکایی هم اینجا الان فکر میکنن. خب بنابراین تکلیفتون رو من امیدوارم روشن کرده باشم در مورد اینکه غرب مثلا چرا توی این بازیه و اینکه غرب الان از این انقلاب جریان جنبش ایران یه بهانه‌ای پیدا کرده که بتونه جمهوری اسلامی رو بزنه یا حالا جنگ بکنه علیهش یا ذلیلش بکنه بیشتر یا ازش امتیاز بگیره، فرق نمی‌کنه.
و برای این کارم خب هم ابزارهای داخل کشور رو فکر میکنه در اختیار داره، اون مردمانی که اونجا هستن، و بعض همه مهمتر ابزارهای خارج، این ماهایی که خارج کشور نشستیم و انواع اقسامون هم هست، با بعضی از نامون خوبه، بعضی همون خوب نیست، بعضی همون بعضی موقع خوبه، بعضی موقع با بعضی همون بعضی موقع دیگه خوب نیست، به هر حال دیگه در هر چارچوب منافع خودشون حرکت میکنن. الانم غرب فکرش اینه که با دعبرا و نماینده های براندازای این حکومت یک به یک هم فکری داره، هم سویی داره، و بنابراین سعی میکنه اونا رو فکرشون و عملشون رو ترویج کنه، به اینا به اصطلاح ابزارهای لازم شو به اینا بده، همه جور ابزارها که عرض کردم اول جلسه چی هستن اینا رو، که بتونن یا این حکومت رو سرنگون کنن که بعد غربی ها بیان با همین ایادیشون اونجا نمیدونم چی کار میخوان بکنن، یا اینکه نه حداقل این حکومت رو ذلیل کنن. خب و اما عرض کردم ما این نیروهای برانداز خارج کشور متاسفانه یه بخش از اینا یک درک بسیار بسیار غلطی از غرب دارن، بعضی هاشون هم مزدورهای غرب هستن، یعنی درک غلط ندارن، میشناسن غربو، توش زندگی کردن، میدونن، کتاب خوندن، تجربه کردن، میدونن تاریخ ایران رو در مورد با غرب میدونن، تاریخ دنیا رو با غرب میدونن، اما چون شارلاتانن، چون شارلاتان هستن دروغ میگن. پس یه عده آدم های صادق و صمیمی هستن که دنبال تغییر تو ایرانن و میخوان از یه ابزارهای استفاده کنن، من جمله ابزارهای غربی، به فکر میکنن که اینجوری میتونن به مردم ایران کمک کنن. خب یه آدمیه، من بهش صادق میگم، آدمیه که میخواد یه کاری بکنه، یه عده از اینا درک درستی ندارن، یعنی آدم هایی هن که واقعا نمیدونن برنامه غرب چیه، اینا رو هم من به اینا زیاد ایراد ندارم، میگم خب نمیفهمه باید بهش فهموند. و اما یک نیروی سوم که عرض کردم، اینا میفهمن غرب داره چه کار میکنه، خودشون دارن چه کار میکنن و تبعات کار رو دارن میکنن آشنان، اینا رو من مزدور، شارلاتان و دغل میدونم، هم تو بخش روشنفکری هم تو بخش سیاسی. این آدم مزدور و دغله، قبل از اینکه مزدور باشه دغله، دغل از مزدور بدتره. تو مزدوری به حال غرب بهت پولی میده، میری کاری انجام میدی براشو و توی خوبه بشکال نداره، یه پولی میگیری، ولی وقتی که تو دغلی، تو شارلاتان هستی، خیلی بدتر از دغل بازیته. تو داری سر مردم کلاه میذاری، تو داری سر جوانای ما کلاه میذاری، تو داری بدآموزی میکنی، تو داری فرهنگ بد میسازی، این دیگه قابل بخشش نیست. من این گروه رو با این گروه من هرگز نمیتونم کنار بیام. بخش دغل، اون بخشی که صادقانه دنبال استفاده از غرب، برای اینکه فکر میکنه میشه از غرب به عنوان یه ابزار استفاده کرد، من باش مشکلی ندارم. حالا بهت میگم اونم اشتباه داره میکنه. اونی که اصلا هیچ درکی از غرب نداره و همینجوری بهش میگن، مثل سیاه لشکر عمل میکنه، من با اونم کار ندارم، خیلی هم هستن اینجوری، بهشون میگن، اما اون شارلاتان ها به اینا میگن غرب اینجوری میخواد بله بله، نه اونم دنبال اون شارلاتان ها، سیاه لشکر اون شارلاتان ها. ولی اون گروهی که واقعا صادقانه فکر میکنه از شرق، از غرب میشه استفاده کرد، این نیرو میگم چرا اشتباه میکنه. تاریخ نشون داده که هر نیروی سیاسی که خواسته در جهت
خلاف منافع غرب ازش استفاده کنه برای منافع ملی خودش شکست خورده نتونسته. من عرض کردم که در این وضعیت خاص منافع غرب با منافع مردم ایران در تضاده، در تضاده، سر قدرتش، سر بمبش، سر موشکش، سر اقتصادش، سر همه این چیزها در تضاده. متاسفانه منافع غرب با منافع ایران در یه تضاد اساسی قرار گرفته. بنابراین این آدمی که فکر میکنه میشه از غرب ابزاری استفاده کرد اشتباه میکنه. چرا؟ اینکه نمیفهمه که تو نمیتونی از غرب ابزاری علیه منافع خودش استفاده کنی. آره، تا اگه در جهت منافع غرب ازش استفاده کنی موفق میتونم حتی شایدم بشیم، همون کاری رو که شالاتان ها میخوام بکنم، دقلا که بگم مهم من اصلا غربی هم، طرفدار غربم و فرانسه رو میارم، امریکا رو و کانادا رو میارم به من کمک بکنه، این حکومت رو جمع میکنم، براندازی میکنم و بعدم میشینم با خودشون میخورم. به قول یکی میگو وقتی که حکومت رو گرفتیم امریکایی‌ها و اروپایی‌ها خط اول در صف اول صف قراردادهای اقتصادی و سرمایه گذاری قرار خواهند گرفت. اینا یک نفر مشخصا از همین چند نفری که اسم بردم گفته، احتمالا شما هم میدونید کیه، بالاترین چون بزرگترشون. چیز عجیب و غریبی نیست، اینا اینجوری هست. خب بنابراین من از این براندازا رو، من یک گروهی رو میشناسم در اینا که رابطهشون با غرب یه رابطه خیلی تنگاتنگ به اصطلاح مزدوری اربابیه و براشون هم مهم نیست که چه اتفاقی برای ایران میفته، همینقدر که منافع خودشون و غرب در اون رابطه تأمین بشه کافیه. مهم هم نیست چه اتفاقی بیفته، ایران خراب بشه، جنگ بشه، تجزیه بشه، هیچ مهم نیست. و هر کم غیر از این میگه دروغ میگه. اون نیروی دوم که سیاه لشکره، سیاه لشکره میگه که وقتی که تو سیاه لشکری، سیاه لشکری دیگه، باید با اینا آموز صحبت کرد، آموزش داد، به اینا حالی کرد. متاسفانه این شالاتان ها جلوی ما به اینا میگن که اینجوری و اینجوری و دروغ میگن دیگه، همون حرف میگن. اون گروه سومی هم که صادقانه فکر کنه ممکنه بتونه ابزاری از غرب استفاده کنه، گفتم که باید با اونا هم صحبت کرد، به اینا هم گفت عزیزان من، دوستان ما، شما اشتباه میکنید، نمیتونید از غرب به طور ابزاری برای منافع خودتون یا کشورتون استفاده کنید، برای که متاسفانه این دوتا منافع تضادن، در تضاد قرار دارن، حداقل در این مقطع از تاریخ ایران در تضاد قرار دارن. حالا شما ممکنه بگه آقا این مقصر جمهوری اسلامیه. میگم خب جمهوری اسلامی مقصر شاه چی؟ آقا شارلاتان که تو میگه هی جمهوری اسلامی مقصره در این رابطه با غرب، شاه بیچاره که دوستشون بود، خیلی عذر میخوام نوکرشون بود، به اینا پول میداد، به اینا امکانات میداد، اونا چی؟ حتی حاضر نشدن وقتی که شاه فرار کرد توی خونه های خودشون تو کشورشون حتی اینا نگه دارن یک روز. شارلاتان، تاریخ بگو بخون آقای سلطنت طلب شارلاتان، ببین دارم چه میگم. شاه تو رو که بیرون کرد همین امریکا و انگلیس، بهش اجازه ندادن هواپیماش توی اونجاها بشینه. شاه بیچاره چه کار کرده بود با اینا که باید این مرد آواره کنن؟ و توی شارلاتان طرفدار پهلوی هم داری، نمیخوای بفهمی هنوزم نوکر امریکا و انگلیس هستی و فکر میکنی از طریق امریکا و انگلیس میتونی جمهوری اسلامی رو سرنگون کنی و به نتیجه برسی. آقای رضا پهلوی، پدر تو و پدر بزرگ تو انگلیسی و امریکایی، اونجا که انگلیسی بود، حالا امریکایی هم بعدن اومدن، بیرون کردن از کشور. مرد حسابی، چرا نمیفهمی که غرب، امریکا و انگلیس با تو نیست، با کشور تو نیست، با مردم تو نیست، با پدر تو نبود، با پدر بزرگ تو نبود، به موقعش هر دوشون رو بیرون کرد از کشور. یه ذره بیدار شو.
الان هم به قدر دیگه بی بی از بی چادری خونه نشین شده. آقای پهلوی که رفته دنبال یه عده اینا رو میگه با اینا میخوام کشور رو بگیرم. اصلا من نمیفهمم این آدم چی کار داره میکنه. باور کنید یه آدم خیلی خوبیه رضا پهلوی، ولی ساده لوحه، نعیمه با آن امریکایی ها ساده است و از اون ساده تر بدبختر چیزتر طرفداراش هستن. اصلا معلوم نیست اینا کیان، اصلا اینا فکر نمی کنن. خیلی چاله به امروز که برای من یه دونه چیز فرستاده بود، توییت فرستاده بود که درش نوشته شده بود، میگفت که مردم اصفهان گفتن شعار، مردم اصفهان یه جایی شعار دادن که رهبر ما پهلویه، هر که مخالف اجنبیه، یعنی هر که مخالف این رهبری پهلویه اجنبیه، رهبر ما پهلویه مخالفش اجنبیه. من در جواب برای دوستم نوشتم اصلا اولین اجنبی پس خود آقای رضا پهلویه، یعنی خود آقای رضا پهلویه که بگه من نمیخوام رهبر باشم، رهبر نیستم. اولا اون شارلاتانی که این چیزو، این به اصطلاح این شعار رو نوشته، نمیفهمه، یعنی نمیدونه که رضا پهلوی خودش نمیخواد رهبر باشه، خودش مخالف خودشه برای رهبری. خب پس با این شعار آقای رضا پهلوی با توجه به موضعش در مورد رهبری، خود آقای رضا پهلوی اجنبیه. بودم هر که رهبر ما پهلویه ولی رضا اجنبیه. من اینجوری تصحیح کردم اون شعارا، من برابر همون فکر دیگه، برابر فکر خود آقای پهلوی، رهبر ما پهلویه ولی رضا اجنبیه، برای که رهبر نمیخواد باشه و میگه هر کم رهبره، رهبر نمیخواد پهلوی باشه، اجنبیه. من جمله خود آقای پهلوی برابر این اجنبیه. ببین میخوام دلیلی که اینو من میگم، میخوام بگم سطح شعور رو میخوام بگم، سطح شعور اینهایی که این نوع شعارها رو مینویسن و سرسده‌ها رو میکنن و خودشون حزب شاه اللهی میدونن، این سطح شعوره. ببین متاسفانه ما گرفتار اینجور مسائل هستیم، ابتدایی ترین سطحی ترین مسائل در موردش فکر نمی کنیم، اصلا اطلاعاتمون نمیدونم چیه، چقدر صفر نیست. برگردم به بحث ما. عرض کردم حضورتون که من امروز صحبتم این بود که میخواستم در مورد غرب، رابطهشون با براندازا، یعنی این رابطه غرب و براندازی، و بعدم ارتباط این دوتا با هم، بعد با یه چیزی به نام انقلاب. صحبتی که کردم گفتم غرب منظورم چیه، گفتم که این غرب در رابطه با ایران چه منافع و اهدافی داره، گفتم که این غرب دنبال چی هست توی ایران، و بعدم رفتم طرف براندازا، اینا رو گروه بندی کردم و به این اینجوری عرض کردم خدمتتون که حداقل یک گروه که الان تصادفاً در رهبری هست، اینا آدم های شارلاتانی هست و فکر میکنن که با غرب میتونن اون کاری رو که باید بکنن. خب اونم میدونید که نیست، اینا دانان، اینا میدونن دارن چه کار میکنن. و غرب خیلی هوشمندانه آگاهانه داره از اینا استفاده میکنه، مثلا رهبرسازی میکنه براشون، اینا رو این برانور میبره، براشون تظاهرات میذاره، خودشون تو تظاهرات شرکت میکنن، پول به اینا میده، امکانات میده، تلویزیون میده، رادیو، همه چی میده. ولی تمام اینا رو که برای به اینا میده، برای این میده که میخواد منافع خودش رو در ایران حد اکثر کنه، منافع خودش رو در ایران تعمید کنه. این بیشورا اما فکر کنن غرب داره این کارا رو میکنه که کمک بکنه به مسئله زن و زندگی و دموکراسی و نمیدونم به ایران بهتری و از این حرفا. بحث من اینه که این نیست، تاریخ هم نشون داده نیست، تاریخ بازم نشون میده نیست، همین الان هم میبینیم نیست. شما نگاه کنید الان یواش یواش جنبش یه ذره که ساکت شد
بازم غربی ها دوباره یواش یواش رفتن طرف برجام، طرف نمیدونم موشک ها، و الان هم بحث اینه که بله ما شاید هم با جمهوری اسلامی دیگه راهی جز جنگ نداریم، برای اینکه ما سعی کردیم به یک جوری سرش کلا بذاریم در برجام و اینا نشد، بعد اومدیم یه انقلاب راه انداختیم در ایران با همین شالاتان های طرفدار ما، اونم نشد، حداقل تا الان نشده، و ما هم ممکنه نتونیم زیاد صبر کنیم، این حکومت ممکنه بمب بسازه از این حرفا. پس ما باید هرچی زودتر تکلیف و قدرت ایران رو روشن کنیم، و بنابراین روی میز یواش یواش دارن بحث جنگ رو میذارن. حالا بحث جنگ چیه؟ بحث همون بحث دلیاره ما دیگه اونم میدونی بعدی که غرب در مورد با یک کشوری میجنگه، اون کاری رو نمیکنه که این پوتین بیشعور در مورد اوکراین کرد. این پوتین بیشعور در مورد اوکراین یک جنگ سنتی کلاسیک کرد، فکر کرد که ارتش داره تو دوره تزاره که نمیدونم لشکرکشی کنه و برای اقوان. باید اون جنگی رو که این غرب میکنه با ما خواهد کرد، اون جنگی نخواهد بود که پوتین داره با اوکراین میکنه. جنگی که غرب با ما خواهد کرد، جنگی که غرب با صدام حسین کرد، با لیبی کرد، جنگی که غرب داره میخواد با ما بکنه، جنگی که با صدام حسین و لیبی و سوریه و افغانستان کرد، یعنی به قول خودشو شات ان او، یعنی هر چی بخوای رو سر ما بمب میریزن. ولی فقط یک تفاوت اساسی وجود داره، اون چیه؟ و اون مسئله است که غربی ها رو معتاد کرده نسبت به جنگ. اون چیه؟ میگه این کشور نه عراق، نه افغانستان، نه لیبی، نه سوریه است، از همهشون بزرگتره، قراقاتی تره، بعد از نظر جغرافیایی خیلی صعب العبورتر و مشکل زاتره براشون، و حضورشون در داخل ایران تقریبا غیر ممکنه. تا هرچی هم بخوای هوایی هم بزنی در داخل، باید بری تو داخل جمع کنی. خب اینا فکرشون اینه که ما از بیرون از بالا میزنیم، از داخل هم همین مزدورای ما وارد میشن به حکومت رو جمع میکنن. خب اینم یه بحث دیگه. و اما من خودم همیشه فکرم این بوده که تاریخ ایران نشون میده که گاهی مردم همین کار رو کردن، یعنی وقتی که دست ساسانی ها عصبانی شدن نمیشتن با اینا زندگی کنن، رفتن به عرب پناه بردن. ولی در یه جایی هم مردم بایستادن پشت سر حکومتشون و نذاشتن اجنبی وارد شه و بیاد. ما هر دو نمونه شو داشتیم. من نمیدونم چه اتفاق خواهد افتاد، ولی به نظرم اینجور میاد که با همه این خشمی که این مردم علیه این حکومت دارن، به نظر من اگه یه جنگ را بیفته، مردم حداقلش اینه که خونسا و کنار بمونن. اعتقاد ندارم اینا بیان بریزن تو خیابون علیه حکومت. اصلا خیابونی نخواهد بود که علیش بیان. اینجوری نخواهد بود. برحال من امیدوارم که این جنگ اتفاق نیفته. من هنوزم فکر میکنم که نمیفته. نمیخوام شما رو بترسونم. اعتقاد دارم امریکایی‌ها خیلی نسبت به جنگ معتاد شدن امروزا. جنگ علیه ایران در داخل امریکا طرفدار نداره، در داخل اروپا طرفدار نداره، ولی طرفداری که داره، مهمترین طرفداراش خود همین ایرانی های خارج کشور هم که در شهرهای مختلف تظاهرات کردن. و اینا هم تازه 7-8 میلیون ایرانی خارج کشور، اگر جمع بکنیم همه اینا را، من فکر نمی کنم 1 میلیون یا 2 میلیون واقعا وارد این میدون بودن. 5-6 میلیونشون رفتن دنبال کارشون، اصلا ایران براشون وجود نداره، یا اگر هم وجود داره تو این دعوا نیستن، دنبال کار زندگیشونن. بنابراین میخوام بگم که این آسون نخواهد بود. و اما غرب داره از این مخالفین حکومت استفاده، به اصطلاح یه سوء استفاده خیلی بدی میکنه. غربیا برای اینکه یک کشور رو بزنن، نابود کنن، باید از حکومتی که به اون کشور حاکمه، بر اون کشور حاکمه، یک تصویر بسیار بسیار غیر انسانی و سیاهی بسازن.
بچه کشه، زن کشه، نمیدونم آدم کشه و همه اینا. خب متاسفانه جمهوری اسلامی کودک کشه، جمهوری اسلامی خب این کارا رو کرده. از اون طرف این وریام ایرانیا، غربیا، بلا دارن هر کدوم از اینا رو هزار برابر میکنن. مثلا اگه یک کودک کشته شده میشه هزار تا کودک، اگر 5 نفر اعدام شده میشه 500 نفر اعدام و و. ولی برای من یه نفر کودک و هزار تا کودک فرقی نمیکنه. یه نفر زندانی با هزار تا زندانی، یه نفر اعدامی با هزار تا اعدام، همشون محکومن. اما میخوام بگم غرب چجوری در این رابطه مکانیزماشون چیه؟ مکانیزماشون اینه که به اصطلاح یک کلاغ صد کلاغ بکنن به قول خودمون، برای اینکه میخوان تصویر غیر انسانی بسازن و بعد از طریق فکر به اصطلاح چی بهش میگن، دفاع از انسانیت، humanitarian intervention، مداخله انسانی، بیان وارد میدون بشن. این همون کار رو که با لیبی کردن. آقای اوباما گفت من دلیلی که وارد این دعوا با لیبی شدم برای humanitarian چیز بود، علت بود و این دخالت خودشون هم humanitarian intervention گذاشتن اسمشو، یعنی مداخله انسانی برای انسانیت و اینا. که بازم خودتون میدونید، ما هم میدونیم، آقای اوباما هم میدونه که این شالاتانیزم بود. همین اوباما و همسال هم سالها با همین آقای لیبی کار کردن، با آقای قذافی. آقای قذافی توی هایت پارک لندن چادر میزد اونجا میرم زندگی کار میکرد. برحال دیگه داستانهای متفاوتی غرب دیگه. غرب یه وقت وقتی که میتونه بخوره از تو میخوره، وقتی هم که خورد دیگه چیزی نمونده برای تو، و یا یک نفر دیگه هست که میتونی از طریق اون بخوری، تو رو میزنه، اون یکی رو میاره. این سال این جار این چیزیه که غرب 400 ساله داره انجام میده با دنیا. کلونیالیسم، امپریالیسم بعدیش، جنگ های جهانی، فاشیسم، نمیدونم جنگ در همه جا دیگه. این چیزای جدیدی نیست، شما میدونید اینا رو. این فرانسوی ها دنبال حقوق بشر تر ایران هم. وقتی که الجزیره دنبال استقلالش بود، یک کشور جنبش استقلال خواهی، جنبش آزادی خواهی الجزیره، 1,000,000 نفر همین فرانسوی ها از الجزیره ها کشتن. الجزیره ها این تاریخه، این تاریخ زیادی هم نیست، تا داریم از دهه 50-60 حرف میزنیم. فکر نکن خیلیه، از حرفش از 70 سال پیش داریم میزنیم. از فاشیست داریم در جنگ جهانی دوم حرف میزنیم که 70-80 سال بیشتر اون 70 سال بیشتر اون نداره. یا من چی میدونم از ناتسیست و اینا. یعنی اصلا انگار، ولی شارلاتان های طرفدار غرب، اون آشغال ها میان میگن غرب دموکراتیکه، ما طرفدار غربیم، غرب ما کمک کنه در ایران دموکراسی بسازیم. شارلاتان، غرب برای دموکراسی نمیسازه. غرب در دنیا هر جا رفته خراب کرده دموکراسی رو، آدم کشی کرده، برای خودش دموکراتیکه، دنبال منافع خودشه. کشورها منافع دارن. خب من میخوام ببینم که اصلا نمیشه با این نیرو باید چه کار کن. مردم، آقایون، خانمها، دوستان من، جوانای من، عزیزان من، باور کنید من هیچ دشمنی با هیچ کدوم از این افرادی که علیهشون دارم حرف میزنم ندارم. نه پدرکشتگی دارم، نه هیچی. اینا البته پدرکشتگی و فلان کشتگی با جمهوری اسلامی دارن، نه با جمهوری اسلامی، نه با رویالیستا، نه با اون بقیه دیگه، هیچ پدرکشتگی و هیچ دشمنی ندارم، هرگزم نداشتم. بنابراین این حرفا رو نمیزنم که بخوام یک کاری بکنم اینا رو خراب کنم، از نا انتقام بگیرم یا از این حرفا. نه، من فقط میخوام مردم ایران بدونن
داستان چیه، پشت صحنه را بدونن، تصمیم درست بگیرن، تغییر درست انجام بدن. اون انقلابی که عرض کردم، غرب برانداز و انقلاب، من طرفدار اون انقلابم. من میخوام اون انقلاب درست اتفاق بیفته. من نمیخوام شارلاتان ها دوباره بیان یه طرح گذار براندازی انجام بدن و جمعش کنن. من میخوام کشور واقعا انقلاب درش بشه، انقلاب سیاسی و انقلاب زیربنایی، انقلاب اقتصادی، انقلاب تمام اون چیزهایی رو که باید عوض بشه تا مردم ایران شاد بشن، خوشبخت بشن، تا سرزمینشون پاک بشه، تا فرهنگشون شکوفا بشه، تا این دولتشون قانونمند بشه، به توانگر بشه، و تا اون روابط بین المللیش عزتمند بشه، صلح طلب بشه. من اینو بهش میگم انقلاب. یه کسی که میخواد حکومت از جمهوری اسلامی بگیره و بعد خودش بشینه بخوره با دزداش، من اینو انقلاب نمیدونم. انقلاب 57 انقلاب نبود، براندازی بود. چرا؟ برای اینکه تو 57 شاه براندازی شد، حکومت دست آخونده افتاد، آخونده همون زیربنای شاه رو گرفتن رفتن جلو. زیربنای شاه چی بود؟ سرمایه داری. حالا یه تفاوت این برانوری هم با هم داشتن. برانداری شاه یه مقدار وابسته بود، یه مقدار صنعتی بود، یه مقدار نمیدونم دست یه دست صنعتگر بود، بخش نظامی فقط از خارج وارد میکرد، تجاری بود. حالا جمهوری اسلامی یه سرمایه‌داری تجاری، بازاری، بانکی، زمینخاری آورده. روز زمان شاه هم سرمایه‌داری شاه هم زمینخاری بود، بانکداری بود، بانکی بود، پولی بود، و یه بخش صنعتی داشت، بخش تجارتی داشت، ولی بخش صنعت چلا یه عده‌ای با مدرن داشتن میبرن جلو. اما در نفس قضیه ته خط باز یکی بود. اون چی بود؟ انقلابی اتفاق نیفتاد. آخونده سیستم سرمایه‌داری شاه رو برداشتن ادامه دادن. نتیجهش هم همین شد که میبینی، که بازم هم یه دزد و دغل و فاسد اومدن جون کشور افتادن به جون مردم ایران. فقر رفته ته دیگ، ثروت رفته سقف آسمان. ما اینو نمیخوایم. ما وقتی که میگیم عدالت، از استقلال حرف میزنیم. از ما وقتی که میگیم عدالت، از استقلال حرف میزنیم. نمیخوایم دوباره فرانسه و انگلستان و امریکا بیان به ما بگن بشین یا بتمرگ یا بفرما، فرق نمیکنه. ما از عدالت حرف میزنیم. ما نمیخوایم یه عده دزد و دغل شارلاتان اونجا باشن که با خودشون و بچه هاشون و زندگیشون همه جا دو دنیا باشه، یه عده مردم فقیر 60% اون پایین باشن. ما از عدالت حرف میزنیم، ما از استقلال حرف میزنیم، ما از آزادی حرف میزنیم، که نمیخوایم یکی به زنهای ما بگه درو سری سرتون کن یا چجوری باید لباس بپوشی. من اینا انقلاب میگم، ولی این بعدی از انقلابه. انقلاب ما یه تعریف بسیطری داره. ما یه جامعه سالم میخوایم، ما رشد اقتصادی میخوایم، توسعه میخوایم. نمیخوایم همینجوری میدونید از امروز به فردا بریم جلو. ما قدرت سازی میخوایم بکنیم. ما میخوایم کشور ما قدرتمند و عزتمند باشه. ما میخوایم با دنیا در صلح زندگی کنیم، به شرط اینکه اونا بخوان با ما در صلح زندگی کنن. ما نه از کسی میترسیم، نه کسی رو میترسونیم. ما با همه میخوایم برادرانه و برابرانه زندگی کنیم. و ما مخالف منافع ملی هیچ کشوری نخواهیم بود. ولی اگه کشوری مشکل با ما داره، با منافع ما داره، اون وقتی که مشکل خودشه، از ما دیگه گله نکنه. مشکل خودشه. کسی که با قدرت ایران مشکل داره، مشکل خودشه، به ما مربوط نمیشه. ما به عنوان ملت، ملت یعنی کشور،
نه مردم. حق داریم قدرت بسازیم، اقتصاد بسازیم، عدالت بسازیم، یک اون نظام اقتصادی که میخوایم ما بسازیم. به هیچ کی مربوط نیست که ما میخوایم سرمایه‌داری ادامه بدیم یا سوسیالیسم بسازیم. به کسی مربوط نیست که ما بکنم که کمتر عادی باشه. ما میخوایم مستقل بریم جلو. متاسفانه اما این براندازا در هیچ یک از این چارچوب ها فکر نمی کنن. نه دنبال عدالت هم، نه دنبال استقلال هم، نه دنبال توسعه کشور هم، نه دنبال قدرت سازی هم. دنبال هیچی نیستن جز اینکه این قدرت رو از این حکومت بگیرن و بیان بشینن و بخورن، همون کاری رو بکنن که جمهوری اسلامی کرد. برای که براشون انقلاب یعنی همین براندازی، هیچ چیز دیگه ای نیست. شما الان برید از نم بپرسید بگید تعریف شما از انقلاب چیه؟ من نمیگم، خودشون میگن تعریفشون از انقلاب براندازیه. تموم شد. بعد از براندازی انقلاب تموم میشه. در حالی که برای امیر احمدی به دوستان ما و برای سازمان آبان انقلاب از همونجا شروع میشه. تو وقتی که قدرت سیاسی رو گرفتید تازه اونجاست که انقلاب میکنی. اونجاست که با اون ابزاری که دست گرفتی، اون قدرت سیاسی که دست گرفتی، اونجاست که شروع میکنی به عدالت سازی، به قدرت سازی، به جامعه سالم سازی، به توسعه، به آبادانی کشور، به شادی مردم. اونجاست که تو تازه شروع میکنی انقلاب ایران رو. ما دنبال یک انقلاب هستیم که ایران نوین به وجود بیاره. ما فقط نمیخوایم حکومت سرنگون بشه بیفته دست دیگری. ایران نوین تعریف مشخصی داره. ایران نوین فقط این نیست که اینا برن ما بیایم. ما میخوایم یک کشوری بسازیم که مردمش میهن پرست، ایران پرست باشن، نه اینکه یک عده دزد و دغل، یک عده خائن جاسوس پرورش یابن، پیدا کنن. هم تو این جمهوری اسلامی بودن، هم زمان شاه بودن، الان هم توی مخالفین هستن. ولی اونی که تلویزیون ایران اینترنشنال داره فکر میکنیم مثلا ایران پرسته، ایران میهن پرسته، انقلابیه؟ کدوم اینا انقلابی هن؟ کی بود که اینا اومدن از یک عده رو بودن که بگرسن انقلاب یعنی چی؟ اگه اینا انقلابی بودن همه خود توی عربستان انقلاب میکردن، همین شالاتان ها که با پول عربستان دارن این کارا میکنن. بخواب به اینا بگو آقا تو اگه انقلابی هستی و طرفدار زن هستی، خب برو یه داره یه سری هم به عربستان بزن. نیستن، شالاتان هن، دقل هن. اینا بازم میخوان کشور رو به هم بریزن، بگیرن بدن این اون. مردم نکنید، و خدا نمیارزه، انقلاب اینجوری نمیارزه. پری روز یکی من گفت که یعنی نیکو نوشته بود که بله حالا بازم این حکومت دو نفر رو داره اعدام میکنه، ما در خارج کشور میشینیم و پروپاگاندا میکنیم، سازمان ملل پروپاگاندا میکنه، دولت ها پروپاگاندا میکنن، سازمان های حقوق بشر داد و فریاد که بله دو نفر دیگه کشته شدن، بعدش هم میریم دنبال کارمون و بعد میریم بازم سعی میکنیم با این پروپاگاندا هایی کردیم یه پولی از این اون بگیریم، بگیم ما باید این جریان رو ادامه بدیم، حکومت رو آدم میکنه. در جوابش نوشتم از خون جوانان وطن دلار دمیده، مثلا دلار رویده. واقعیت اینه که اینا اینجوری هم براشون جون جوانا یه ابزاریه که با اون ایدئالاشون برسن. من دلم برای این جوونا میسوزه. من میخوام این جوونا انقلاب باشن، بکنن، انقلابی باشن. برای هدفی جون بدید که میارزه، نه برای اون چیزی که خارجی ها میخوان و این مخالفین میخوان. اونان واقعا نمیارزه که جون تو برای اونا بذاری، نمیارزه. من میدونم
به سطوح اومدی، میدونم این همه گرفتاری و بدبختی داری، ولی خوب فکر کن این خونت خیلی ارزش داره. این خون وقتی بریز که ازش لاله بروید، ازش یک ایران قدرتمند توسعه یافته دموکراتیک خوب بروید، نه اینکه از خون تو دلار بروید، شالاتان بروید. وقتی این حرفا رو میزنم میگه امیر احمدی مخالف این انقلابه. من مخالف این انقلاب نیستم، هزار دفعه هم گفتم من موافق این انقلابم. اصلا این انقلابم من 5-6 سال پیش در همین من تو شالاتان با خامنه ای گفتم آیا تو انقلاب میکنی یا مردم میکنن. مثلا اولین کسی بودم که این انقلاب رو نه فقط پیش بینی کردم، بعدش ازش حمایت کردم. اما من میخوام انقلاب یه معنای خاصی داره. نکنید مردم جوانای ما سرتون کلا نذارن، شما را تشویق میکنن میریزن تو خیابون، جونتون از دست میدید، زندان میرید، اعدام میشید و از اون خونتون برای این خارجی ها دلار میروید، نه لاله. فکرشو بکنید. بچه های این خارجی هایی که همش به شما میگن بیایید تو خیابون، بچه هاشون، خودشون، زنشون، همشون خارج دارن کیف میکنن. بخشی از همین داخل کشورم هستن. یه ذره فکر بکنید، یک ذره خوب فکر بکنید. این جنبش خارج از کشور امروز آقای فروزنده از من پرسید که آقای دکتر چرا مردم نیومدن تو خیابون از جوونا حمایت کنن. گفتم مردم عقل دارن، مردم دیدن که اصلا اینایی که میخوان انقلاب بکنن و از خارج این همه هوکی بازی و اینا، اصلا بحث انقلاب نبود، بحث گرفتن قدرت بود که برن یه عده دیگه با هم با امریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینا بشینن بخورن کشور رو هرچی بیشتر ذلیل کنن. مردم عقل دارن، مردم باهوشن، مردم به موقعش انقلاب خواهند کرد. میگفتن نه آقای دکتر، مردم ترسیدن برای اینکه این حکومت میکشت اینا رو. گفتم این مردم چجوره شد که از محمد علی میرزا بعد از انقلاب مشروطیت نترسیدن و اومدن حتی شیخ فضل الله نوری رو به دار زدن؟ این مردم چطور شد که نترسیدن وقتی که شاه حتی تانک فرستاد تو خیابون؟ به اون داستان میدان ژاله رو به وجود آورد، مردم نترسیدن؟ چجوری شد؟ حالا چطور شد که مردم در آبان 98 چرا نترسیدن؟ حالا چطوری این دفعه ترسیدن؟ برای اینکه این دفعه مردم متوجه شدن که یک داستان دیگری هست. اون داستان چی بود؟ داستان این خارج. داستان این خارج. این غرب به این براندازهای خارج. مردم بلا فاصله دوزاریشون افتاد. من همین اوایل جریان انقلاب 3-4 ماه پیش من یک یادداشت فرستادم توی سوشال میدیا این برانور و یک سوال کردم. گفتم که یک نفر میخوام به من بگه که تبعات این حرکت این جنبش خارج از کشور برای داخل کشور چیه؟ تبعات این جنبش خارج کشور برای جنبش داخل کشور چیه؟ من فکرم این بود و بعدم ثابت شد که این جنبش خارج کشور برای جنبش داخل کشور تبعات منفی داره. این بحثیه که در یک با اون آقای فروزنده کردم توی تلویزیون، در آینده باز بیشتر میشکافم و اعتقاد دارم که اگر خارج خفه میشد، چیزی نمیکرد، چیزی نمیگفت، یا حداقل در یک حد مناسبی حمایت میکرد و خودشو عملا جانشینش داخل نمی کرد. اصلا خارج خودشو جانشین داخل کرد. اصلا انقلاب در برلین و واشنگتن و نیویورک داشت اتفاق می افتاد، نه در تهران. یعنی تهران هم داشت انقلاب اتفاق می افتاد، ولی تو برلین و واشنگتن تورانتو بیشتر بود. این باعث شد که مردم میگن آقا این داستان مثل که پشت صحنه چیز دیگه ای هست. خب نیومدن،
نایمدم. من اینا اعتقاد بهش دارم، بعدارم خواهید دید که علت این که جنبش داخل کشور حداقل تا الان در یه خمودی خاصی رفته برای حضور شالاتانیسم خارج بود، که این خارج که ایرانی ها متوجه شدن که پشت این صحنه نمیدونم خارجی هایی که این همه این بربر میدونن و دقیقات میکنن یه چیز دیگری نهفته است. و بعدم خودشون هم دیگه یواش یواش مثلا آشکار کردن، یکی رفت فرانسه، یکی رفت نمیدونم فلان جایی، که اصلا همه معلوم شد که اینا به کجاها وابستن و میخوان چی کار بکنن. خودشون لو دادن. مردم هم از اول قبل از اینکه خودشون لو بدن فهمیده بودن، کشیدن کنار یواش یواش. نتیجه این شد که الان میبینیم. من اعتقاد دارم این مردم دوباره برمیگردن، انقلابشون رو ادامه میدن، یک انقلاب ایرانی خوبی میکنن، انقلاب عظیمی میکنن، همون انقلابی که باید زندگیشون رو درست کنه، فرهنگشون رو درست کنه، محیطشون رو درست کنه، روابط بین المللشون رو درست کنه، حکومتشون رو درست کنه. این انقلاب حتما در راهه که هم زیر بنا و هم رو بنا رو درست میکنه، مطمئن باشید. به امید اون روز همه ما از اون انقلاب حمایت کنیم، حمایت میکنم منم، شما هم بکنید اون انقلاب درست. خداحافظ شما.